سلام و درود به مخاطبان عزیز کانال مهدی تیوب مهدی هستم روایتگر پرونده های جنایی ایرانی خیلی خوشحالم که امشب هم با یه پرونده جنایی عجیب دیگه از ایران، استان هرمزگان در خدمت شما هستم ماجرای این پرونده مربوط به سالن زیبایی که توی هرمزگان غیر قانونی باز شده بوده و اتفاقات خیلی بدی اونجا میافتاده از طرفی تیم امنیتی پلیس بعد از کلی تحقیق از این ماجرا مطلع میشه. بیشتر از این شما رو درگیر مقدمه نمیکنم و بهتره که وارد جزئیات پرونده بشیم اما قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو کنید و اگر دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید چرا که با این کار باعث میشید خانوادمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه من هر شب ساعت 9 با یه پرونده جنایی همراه شما هستم شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم مرداد ماه سال گذشته تیم امنیتی سایبری پلیس متوجه محتواهای مشکوک توی فضای مجازی میشه تعداد زیادی فیلم و عکس مستهجن توی شبکه های اجتماعی دست به دست می شده که پلیس نسبت به این موضوع حساس میشه. با بررسی هایی که شکل میگیره نیروهای پلیس متوجه میشن که این محتواها مربوط به هرمزگانه نیروهای پلیس تحقیقات تخصصی خودشون رو شروع میکنن و بعد از بررسی های زیاد متوجه میشن که چند نفر عامل اصلی پخش این محتواها هستند نیروهای پلیس ردیابی های خودشون رو برای پیدا کردن همه این نفرات رو شروع میکنن و بعد از گذشت مدت کوتاهی موفق میشن تا یکی از این نفرات رو بازداشت کنن احمد که حدوداً 32 ساله بوده تکنسین و دستیار پزشک زیبایی بوده و توی بیمارستان کنار این پزشک مشغول به کار بوده احمد ابتدای دستگیری سعی میکنه تا همه چیز رو انکار کنه اما بعد از گذشت یه مدت مجبور به اعتراف میشه و دوتا از دوستای خودش رو هم که توی این کار با اون همکاری میکردن رو به پلیس معرفی میکنه مامورا ردیابی های اطلاعاتی خودشون رو انجام میدن و محلی که این دو نفر هم اونجا مشغول به کار بودن رو پیدا میکنن محسن و سیروان متوجه این موضوع میشن و قبل از اینکه پلیس به مخفیگاه اونها بره از اونجا فرار میکنن اما موقع تعقیب و گریز این دو نفر هم با اقداماتی که پلیس انجام میده بازداشت میشن سیروان و محسن هم توی اداره پلیس بعد از اینکه متوجه میشن احمد همه چیز رو لو داده اونها هم مجبور به اعتراف میشن اما این سه نفر دقیقا چه کاری انجام دادن و این پرونده مربوط به چه چیزیه اصلا ماجرا دقیقا از چه قراره اردی بهشت ماه گذشته مردی به اسم احمد که حدودا 32 سالش بوده و تکنسیان اتاق عمل زیبایی بوده کنار دست یکی از دکترای خوب هرمزگان توی بیمارستان مشغول به کار بوده فکر عجیبی به سرش میزنه و تصمیم میگیره تا این کار رو عملی کنه احمد میخواسته که بیرون از بیمارستان هم توی حوزه زیبایی مشغول به فعالیت بشه اینجوری حقوق اون دو برابر میشه و وضعیت زندگیش هم کلی بهتر میشه این پسر کنار دست دکتری که تو بیمارستان مشغول بوده خیلی چیزا یاد گرفته بوده برای همین از این قضیه ترسی نداشته احمد بیشترین مشکلی که داشته جا و مکان برای این کار بوده اون بعد از کلی فکر تصمیم میگیره تا خونه خودش رو مطب بکنه و بیمارها رو که اکثرا هم دخترای جوون یا زنهای جوون بودن رو به اونجا ببره این پسر بعد از اینکه خونه خودش رو آماده میکنه تجهیزات لازم رو هم به طریق مختلف تهیه میکنه و حالا همه چیز مهیا بوده که اون شروع به کارهای مربوط به زیبایی صورت بیرون از بیمارستان رو انجام بده احمد همه مشکلات رو برطرف میکنه فقط میمونه یه چیز اون نیاز به نفر کمکی داشته که کنار دستش به اون توی کارها کمک کنه از طرفی این نفر باید کسی میبوده که آشنا به کار باشه برای همین این پسر توی بیمارستان دوتا دوست داشته که تو بخشهای دیگه پرستار بودن احمد موضوع رو با اونها مطرح میکنه و بهشون میگه که پول خوبی توی این کار هست و اونم به کار زیبایی وارده این پسر میگه اگه با هم همکاری کنن تو مدت زمان خیلی کم پول زیادی به جیب میزنن این دو نفر قبول میکنن که به احمد کمک کنن اما سیروان یکم زرنگ تر از این حرفا بوده و راهی رو به اونها نشون میده که باعث میشه اونا فکرای دیگه ای هم بکنن این پسر به احمد و محسن میگه ما از این طریق علاوه بر این که میتونیم پول در بیاریم با توجه به کارمون حتی میتونیم به لذت هم برسیم سیروان به احمدینا میگه که توی بیمارستان داروی بیهوشی هست که باعث میشه بیمار برای مدت کوتاهی بیهوش بشه و به خواب مصنوعی بره و ما میتونیم از این دارو استفاده کنیم و مریض هایی که پیشمون میان رو بیهوش کنیم و ازشون استفاده کنیم احمدم با شنیدن این موضوع وسوسه میشه و قبول میکنه این سه نفر حالا که همه چیز آماده بوده دست به کار میشن احمد توی فضای مجازی شروع به تبلیغ میکنه تا از این طریق کلی مشتری برای خودش جذب کنه همینطور هم میشه این پسر از اسم پزشکی که توی بیمارستان کنار دستش کار میکرده استفاده میکنه و مراجع این هم بهش اعتماد میکنن اوایل خورداد پارسال بوده که اولین مراجع به مطب اونها میاد توی خونه احمد همه چیز عین یه مطب بوده و بیمار به ذهنش هم خطور نمی کرده که به کار اونها شک کنه اولین مراجع دختر حدوداً 23 ساله بوده و مجرد بوده که این سه نفر به بهانه تزریق دارو داروی بیهوشی رو به اون تزریق می کنن. اونا به این دختر رحم نمیکنن و یکی از اونها مشغول گرفتن فیلم میشه و دو نفر دیگه هم این دختر رو لخت میکنن و روی تخت بهش تجاوز میکنن. سیروان به احمد و محسن گفته بوده که بهتر موقعی که داریم به دخترهایی که میان تجاوز میکنیم فیلم بگیریم. از طریق این فیلم ها بعدا هم میتونیم از اونها سوء استفاده بکنیم. برای همین هم بوده که اونا مواقعی که مشغول تجاوز به مراجع این بودن فیلم می گرفتن. مراجع دومی که به مطب اونها میاد یه زن حدوداً سی و ۷ ساله بوده. احمدینا به اون هم رحم نمیکنند. این زن از اونجایی که خیلی خوشگل بوده احمد اون رو به اتاق خودش میبره و تنهایی بهش تجاوز میکنه. مراجع سومی که به مطب اونها میاد یه مادر و دختر بوده که هر دو برای کارهای زیبایی به اونجا میاد. این سه نفر به این مادر و دختر هم رحم نمی کنن. توی مدتی که این سه نفر توی مطب مشغول به کار بودن بالای سی چهل مراجع به اونجا اومده بودن و قسمت جالب ماجرا اینجاست که یه تعداد از مراجعین بعد از بهوش اومدن متوجه موضوع می شدن. اما سیروانینا اونا رو با فیلم ها تهدید می کردن. برای همین این افراد کاری از دستشون بر نمی اومده و سکوت می کردن. طبق اونچه که توی پرونده اومده احمد هفت بار به زنهای مختلفی که به مطب اومدن تجاوز کرده بوده سیروان چهار بار و محسن یه بار اواخر تیر بوده که این سه نفر اشتباه بزرگی مرتکب میشن و فیلم هایی که ضبط کردن رو توی تلگرام به قیمت های مختلف به کانال هایی که خریدار بودن میفروشند. از طرفی بعد از اینکه اونا این کارا رو کردن اون کانال ها هم همه ی فیلم ها رو پخش کردن طبق اونچه که توی این پرونده اومده تو هیچ کدوم از فیلم ها محلی که تجاوز صورت گرفته یا متجاوزین قابل تشخیص نبودن احمدینا به خیال اینکه از این طریق هم پولی به دست بیارن دست به چنین کاری زده بودند نیروهای پلیس اما از طریق همین کانال ها به قضیه مشکوک میشن و با بررسی هایی که انجام میدن متوجه میشن که چنین فیلم ها و عکس که واقعی و مربوط به هرمزگانه در حال پخشه برای همین دست به کار میشن و از طریق یکی از همین کانال ها که به طور مستقیم با خود احمد در ارتباط بوده و فیلم ها رو ازش خریده اول به ادمین اون کانال و بعد هم به احمد دسترسی پیدا میکنن معمورات ردیابی هایی که انجام میدن خونه احمد رو که متب شده بوده رو پیدا میکنن و این پسر رو در حالی که توی خونه تنها بوده بازداشت میکنن احمد هم توی اداره پلیس بعد از یه مدت کوتاهی مجبور به اعتراف میشه و دوستای خودش یعنی سیروان و محسن رو هم معرفی میکنه و ماجرایی که کمی قبلتر برایتون روایت کردم اتفاق میافته. مامورا بعد از اینکه این سه نفر اظهارات خودشون رو اعلام میکنند از طریق تلفن همراه اونها به همه فیلم ها و عکس ها دسترسی پیدا میکنند و طی اطلاعیه که زده میشه قربانی های این پرونده از ماجرا باخبر میشن و از این سه نفر شیاد شکایت میکنن طبق شکایت ها هفت نفر از احمد چهار نفر از سیروان و یک نفر هم از محسن بابت تجاوز به عنف شکایت کرده بوده توی قربانی های پرونده از دختر 21 ساله گرفته تا زن 40 ساله وجود داشته همه این نفرات هم مشغول هزینه های کم و تبلیغات رنگارنگ احمد رو خورده بودن و توی این دام افتاده بودن نیروهای پلیس بعد از همه این موارد پرونده این سه شیاد رو تکمیل می کنند خونه احمد رو پلوب می کنند و کیفرخواست این سه نفر صادر میشه. احمد متهم به هفت فقره تجاوز به عنف سیروان چهار فقره و محسن به یه فقره میشه این سه نفر راهی زندان میشن و پرونده اونها به دادگاه فرستاده میشه تا حکمشون صادر بشه جلسه رسیدگی به این پرونده ها هم برگزار میشه و متهمین و قربانی های پرونده توی دادگاه حاضر میشن قاضی پرونده شواهد و مدارک که موجود توی پرونده رو بررسی میکنه سه متهم وارد جایگاه میشن و در کمال وقاحت میگن که هیچ نقشی توی این اتفاقات ندارن و مجبورن تحت فشار بازجویی مجبور به اعتراف شدن قربانی های پرونده اما تایید میکنن که هر سه نفر توی اون مطب بودن چند نفر از این قربانی ها حتی میگن که به وسیله اونها تهدید هم شدن و مجبور به سکوت شدن قاضی پرونده اما از اونجایی که همه شواهد و مدارک علیه این سه نفر بوده احمد رو به علت هفت فقره زنایی به عنف سیروان رو به چهار فقره و محسن رو به یک فقره محکوم به ادام میکنه این حکم با اعتراض متهمین به دیوان عالی کشور هم میره اما با بررسی هایی که اونجا هم انجام میشه اتهام هر سه نفر مهر شناخته شده و حکم تایید میشه سیزدهم تیر ماه همین امسال هم بعد از یک سال حکم اجرا میشه و این سه نفر توی زندان بندرعباس به دار آویخته میشن خیلی خوشحالم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم پرونده جذاب و شنیدنی بوده باشه و تونسته باشم به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به دختر و پسریه که بدون عقد نامزد شده بودن و بلای بدی سرشون میاد رو حتما 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 ببینید